آخوند رافزی میگوید به امامان معصوم پناه ببرید در مقابل این مخاطرات امام که کهف حسینه در قرآن دیدید این درس است که به ما میده وقتی این قوم رشید رو اصحاب کهف رو نام میبره میفرماد که فعفو الکهف کهف وقتی شما حساب خودتون رو از مشرکین جدا کردید و تصمیم گرفتید راه خدا رو بگیرید پناه ببرید به کهف اون کهف حقیقی که و کهف الورا وجود مقدس معصومین هستن اون کهف حقیقی که و کهف الورا وجود مقدس معصومین هستن امتهایی که پیامبرانشان را تکذیب کردند و آیات الله را انکار نمودند الله متعال آنان را به فقر و بیماری و آفت و مصیبت گرفتار نمود تا شاید به درگاه او فروتنی و زاری کنند و به هنگام سختی ها به الله پناه آورند چنان که می‌فرماید ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم فأخذناهم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لعلهم يَتَضَرَّعُونَ در حقیقت بر امتهایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم و آنان را به سختی ها و آفت ها دچار کردیم باشد که به سوی ما زاری کنند بنابراین مسلمان باید در تمام زندگی خود رو به الله نماید و به او پناه ببرد و به او تکه کند. چرا به الله پناه ببریم؟ به این دلیل که شیطان بر کسانی که ایمان می آورند و بر پروردگارشان توکل و تکه می کنند تسلط نخواهد داشت. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون بيقومان شيطان بر كساني كإيمان داران وبر پروردگارشان توقل مينما ياند هيت گونه تسلطي ندارد سلطه او تنها بر کسانی است که او را به دوستی می گیرند و بر کسانی است که آنها به او شرک می ورزند. و در کتاب رجال کشی صفحه 111 از خالد کابلی روایت شده است که می گفت از علی ابن الحسن امام زین العابدین علیه السلام شنیدم که فرمود همانا یهود عزیر را دوست داشتند تا اینکه درباره او گفتند آنچه که گفتند پس نه عزیر از ایشان است و نه ایشان از عزیرند از و مسیحیان عیسی را دوست داشتند تا اینکه درباره او گفتند آنچه که گفتند پس نه عیسی از ایشان است و نه ایشان از عیسی ما اهل بیت نیز بر چنین سنتی هستیم همانا به زودی گروهی از شیعیان ما را دوست خواهند داشت تا اینکه درباره ما بگویند آنچه یهود درباره عزیر و نصارا درباره عیسی مدعی شدند پس نه ایشان از ما هستند و نه ما از ایشان این فرمایش علی ابن الحسین رحمه الله سنگیس به دهان آخوندان غالی که آن بزرگواران را به مقام الوهیت رسانده و مردم بیچاره و بیخبر را به شرک و کفر آلوده نمودند.